در ادامه ظلم و فشار علیه شیعیان هزاره در افغانستان، کوچه‌های مسلح با حمایت طالبان اقدام به غصب زمین، ده‌ها دکان و مزارع در استان بامیان کردند. منابع محلی میگویند کوچه‌های مسلح با حمایت طالبان شب‌هنگام ده‌ها درخت یک مدرسه را قطع کرده و معلمان و دانش آموزان این مدرسه که مانع آنان شدند را تهدید به مرگ نمودند. همکارم حورا عبدالمجید گزارش می‌دهد. شیعیان هزاره افغانستان که تقریباً 1/4 جمعیت بومی این کشور را تشکیل می‌دهند، از دیرباز به دلایل هویت قومی و مذهبیشان مورد ظلم و فشار، حتی نسل‌کشی از سوی گروه‌های افراطی سنی و بعضاً حاکمان قرار داشته است. این ظلم و فشارها اما با تسلط دوباره گروه طالبان چند برابر شده است. روزی نیست که خبر از ظلم و ستم علیه شیعیان هزاره در افغانستان منتشر نشود. در تازه ترین مورد، ساکنان محلی بامیان میگویند که کوچه‌های مسلح ده‌ها اصل درخت یک مدرسه در بازار بندکوسه در شهرستان ورس استان بامیان در مرکز افغانستان را قطع کردند. به گفته آنان، این درختان با حمایت مسئولان محلی طالبان از جمله فرماندار این گروه برای شهرستان ورس قطع شده است. ویدیوهایی نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که دیده می‌شود ده‌ها اصل درخت تنومند قطع شده است. ساکنان محلی میگویند که افراد کوچه‌های مسلح از عصر روز یکشنبه 10 مه تا حوالی ساعت 10 شب مشغول قطع این درختان بودند. شماری از ساکنان این منطقه میگویند که آنها تلاش کردند تا مانع قطع این درختان شوند، اما افراد کوچی آنها را با اسلحه تهدید به قتل کردند و افزودند که تاریخ مردم هزاره تمام شده است. ساکنان محلی میگویند که افراد کوچی بر اساس اسناد بی‌اعتبار و بدون امضا ادعا میکنند که زمینهای بازار بندکوسه و حومه‌های آن که مربوط به دو روستاهای دِه یک و سفید نَهُور میشود ملکیت آنهاست. در ویدیویی که منتشر شده، ساکنان این منطقه میگویند که اسناد آنها با مهر معتبر دولتی و شماره ثبت و از حکومت‌های مختلف افغانستان از جمله مجاهدین و داوود خان است، اما کمیسیون طالبان این اسناد را نخوانده و بدون خواندن این اسناد به نفع کوچه‌ها فیصله و حکم صادر کرده است. ساکنان محلی میگویند آنها این موضوع را به استاندار طالبان در مرکز بامیان هم اطلاع دادند، اما او نیز تأکید کرده که باید زمین‌هایتان را به کوچی‌ها بدهید. گفتنی است کوچی‌ها که متعلق به قوم پشتون و سنی هستند، سال‌هاست که برای غصب زمین‌های هزاره‌ها در مناطق مختلف این کشور از جمله شهرستان‌های بهسود، میدان وردک با ساکنان محلی درگیر می‌شوند و مزارع آنها را تخریب می‌کنند. از زمان روی کار آمدن طالبان، این افراد ادعاهایی که گفته می شود بر اساس اسناد جعلی در صدد غصب زمین و کوچاندن هزاره ها هستند. شیعیان هزاره می گویند که طالبان در بخش های مختلف از ادعای کوچی ها حمایت کردند و هیچگاه به شکایت آنها توجهی نکردند. کمیسیونی که تحت عنوان حل منازعات کوچی و دهنشین از سوی طالبان ایجاد شده، تاکنون احکام و فیصله‌های زیادی صادر کرده که از سوی شیعیان هزاره یک جانبه و در راستای واگذاری زمین‌های هزاره‌ها به کوچی‌ها خوانده می‌شود. حورا عبدالمجید، اخبار شیعه.